همه دوستان، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. وین دیزل، بازیگر مشهوری که بیشتر مردم اونو با مجموعه فیلمش سریع و خشن میشناسن. تقریبا همه طرفداران فیلم اکشن وین دیزل رو میشناسن. هم بازیگر نقش دومینیک تورنتو در فیلمش سریع و خشن. جالبه بدونید با بازی در یک فیلم کوتاه که خود سازندش بود، باعث شد نظر اسپیلبرگ رو به خود جلب کنه و اسپیلبرگ فیلمنامه این فیلم رو تغییر بده تا نقش دیزل رو تون بگنجونه. در ادامه به جزئیات بیشتری از این هنرمند آمریکایی میپردازیم. وین دیزل با نام اصلی مارک سینکلر در 18 جولای 1967 در کالیفرنیا به دنیا آمد. یه برادر دوقلو داره و هرگز پدر خودش رو نشناخته. شغل پدر خوندهش یه معلم تئاتر بود و باعث شد که به بازیگری علاقه‌مند شد. در اکثر دعواهای خیابانی حضور داشته و به عنوان نگهبان کلوبای شمال هم استخدام شده. در رشته ادبیات تحصیل کرده و سال 1995 فیلم خودش رو ساخت و برای جشن فیلم کن انتخاب شد و سبب آشنایی با استیون اسپیلبرگ شد و اونو برای بازی در فیلم نجات سربازان انتخاب کرد. این بازیگر اصولا علاقه به اشتراک زندگی شخصی خود با مجله ها ندارد. ابتدا با بازیگر همکارش میشل رودریگز قرار میگذاشت و از سال 2007 با پامولا جیمز مدل مکزیکی در ارتباطی که دو دختر یه پسر داره. ثروت وین دیزل 225 میلیون دلار و قد 182 سانتی متر و وزنش هم 102 کیلوگرم. همیشه سوال میشه که چه نژادی داره، ولی جواب قطعیش مشخص نیست، زیرا پدر بیولوژیکی او هرگز پیدا نشد. به طور کلی ویژگی ظاهری این بازیگر نشانگر اینه که او قطعاً جزء افراد رنگین پوست محسوب میشه. برادر وین دیزل مثل او به بازیگری علاقه داشت و الان یکی از تدوینگران عرصه سینماست. مادرش به تغذیه سالم اونا خیلی اهمیت میداد و نوشیدن نوشاب و آب گازدار رو ممنوع بوده. همچنین خوردن نان سفید رو برای او و برادرش ممنوع کرده. وین دیزل در طول مدت زمان 10 ساله نگهبان بار بودن 500 بار با عناصر درگیر شده بود. اگرچه انسان نترسی، اما به شدت از ترن هوایی وحشت داره. اگه به این سگ ویدیو علاقمندید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای دیگه ما رو هم ببینید.